خیلی یک دلمه خوشمزه است با طعم خیلی خوب و با طریق خیلی آسان. میره خواستم که براتون آماده بسازم. یک کیلو گوشت است که ما قبلا میره ماشین کردیم با مقدار پیاز. روغن بسیار کم خواستیم که گوشت سرخ بکنیم. ببینید هیچ اصلا روغن نداره. حالا گوشتی که سرخ کردیم در قسمت های وسطش اضافه میکنیم. شما میتونید که به این شکل در رب یک قورمه‌گک برای شما آماده کنید و اضافهش کنید. یک دلمه بسیار مزه‌دار امروز ما خواستم که براتون آماده بکنیم. به نام خداوندی که بی‌حد و بی‌انتهای مهربان است، سلام خدمت تمام شما خوبایی که با برنامه پخت و پز هستین. خیلی خوش هستم از اینکه نیم ساعت مهمان خانه های شما عزیزان هستیم. با امید صحتمندیتان و روزتاییدن با لبخند سپری کرده باشین و در کرن گرم خانمیتان نشسته و برنامه خودتان هم تماشا بکنین. امروز ما در برنامه پخت و پز می‌خوایم براتون دلمه از مرچ آماده کنم. خیلی یک دلمه خوشمزه است با طعم خیلی خوب و با طریق خیلی آسان. میره خواستم که براتون آماده بسازم. خوب است که ما گوشت اضافه کنم. گوشت اضافه میکنیم. یک کیلو گوشت است که ما قبلا میره ماشین کردیم با مقدار پیاز و یکمک مرچ تازه ما داخلش ماشین کردم به خاطر که طعمش یکمک خوبتر بسازم. ما شما میتونیم دلمه از گوشت آماده کنیم و هم میتونیم دلمه از یعنی ترکاری با و مختلف آماده بسازیم. به این شکل از مرچ دلمه که بسیار زیاد خوشمزه می و از ترکاری با مختلف استفاده کنیم. کسایی که البته گوشت دوست ندارن و یا پرهیز هستن از گوشت نمیتونن استفاده کنن، مشکل نیست. شما میتونین که از البته ترکاری با یک دلمه بسیار مزه‌دار آماده کنین. البته گوشتم مخلوط کردم میرم دیگه تا که خوب در روغن سرخ شوم. یکمک نمک و مسالجات اینا میخواییم که بالاش اضافه بکنیم. اینجا نمک است، اضافه میکنم بالاش. نمک مقدار لازم کنیم. باز منتظر میباشیم تا که گوشت خوب سرخ شوم و سیر یاد ما نرکا سیرم یکمک اضافه میکنیم. خامبوی گوشت کاملا از بین میبره و یک طعم خیلی خوب به غذای شما میده. خب گوشت کاملا مخلوط کردیم. یک چند دقیقه منتظر میباشیم تا که گوشت سرخ شد. تا وقت خوب است که من پیاز هم ریزه کنم. تخته را گرفتیم و کاردم ضرورت داریم که میخواییم پیاز با سیر ریزه ریزه کنم و بالای گوشت اضافهش کنیم. و زنجفیل تازه هم خواستم استفاده داشته باشیم. به این اندازه سیر هم ریزه ریزه میکنیم. از یک سه دندانه سیر خواستم استفاده کنم و به این اندازه ببینین ریزش کردم. حالا هم زنجفیل است. از یک مقدار زنجفیل هم میخواییم استفاده کنیم. از زنجفیل تازه و خوب از این ظروف قسمت بگذارم تا که شما بتونین خوب ترک تاثیرش ببینین. زنجفیل هم ریزه ریزه کردیم. شما اگر خواستین میتونین از زنجفیل خشک استفاده کنین، یعنی از پودر زنجفیل، اما اگر از خود زنجفیل تازه استفاده کنین بسیار خوب است. و پیاز، یک نیم عدد پیاز هم میخواییم ریزه کنیم. باز با زنجفیل و سیر و پیاز یک جایی میخواییم که در دیگه اضافهش کنیم. به این اندازه پیاز هم ریزه کردیم با زنجفیل و سیر. میخواییم اضافهش کنیم بالای گوشت. سیرم خوب است که بگیریم و اضافهش کردیم. خوب دیگه ایره مخلوط میسازیم تا که سیر، پیاز و زنجفیل خوب سرخ شوند با گوشت یک جا. اما میبینیم که هنوز گوشت نرم نشده. باید منتظر باشیم تا که گوشت خوب سرخ شود. مسالجات و نمک و اینا دیگه کاملا اضافه کردم بالاش. یک کمک میخوایم که گشنیز تازه با گوشت اضافه کنیم. بخاطر که بسیار یک طعم شیرین و مزه‌دار برش میده. گشنیز تازه را هم ریزه ریزه میکنم. به این اندازه گشنیز ریزه کردیم. و باز گشنیز هم اضافه میکنیم بالای گوشت.
خوب است که گشنیز هم اضافه بکنم. و وقتی که گشنیز اضافه کردیم باز با گوشت مخلوطش میکنیم. خوب است که خوب مخلوطش بسازیم تا که با گوشت و سیر، زنجفیل، مسالجاتی که خواستیم اضافه کنیم خوب مخلوط شود. و امروز خواستیم دلمه از مرچ دلمه برتون آماده بسازیم. ما شما میتونیم دلمه از البته کرم آماده کنیم، دلمه از برگای انگور آماده بسازیم که حتما باز در برنامه بعدی برتون آماده خواهد ساختم. خب حالا خوب دیگه گشنیزه با گوشت اینا مخلوط کردم. منتظر میباشیم تا کمک دگام اینا سرخ شوند. و همچنان اینجا بادنجان رومی است که یک عدد بادنجان رومی هم میخوایم استفاده کنم به خاطر البته ریزه کردنش، به خاطر که گوشت خواستیم سرخ کنیم از یک عدد بادنجان رومی هم استفاده میکنیم. خب تا که ما بادنجان رومی را میخوایم که آیست آیست ریزه کنم و بعد از او اضافهش میکنیم در بالای گوشت تا که کاملا خوب سرخ میشن و گوشت ما در ظرف بیرون میکنم. میریم با هم یک جا وقفه خیلی کوتاه، زود زود برمیگردیم. ادامه پخت و پزه سو تمامتان خوش آمدید میگم. خب در جریان وقفه بادنجان رومی که اضافه کردیم با گوشت، سیر، زنجفیل تازه، برگای گشنیز، مقدار مسالجات که اضافه کردیم شما دیدین کاملا دیگه سرخ شدن. حالا میخواییم که گوشت در این ظرف از روغن بیرون کنیم. اصلا روغن بسیار کم دارم، در روغن بسیار کم خواستیم که گوشت سرخ بکنیم. ببینین هیچ اصلا روغن ندارم. اضافه میکنیم تمام گوشت که سرخ کردیم در این ظرف. آهستا آهستا دلمه ما را هم میخواییم که برتون آماده کنیم. تمام گوشت هم در این ظرف اضافه کردم و حالا میخواییم که بگذاریم ظرف در این قسمت و مرچ های دلمه را هم میگیریم. از 5 عدد مرچ دلمه من خواستم استفاده کنم به خاطر شکل تزینیش و که زیباتر مقبولتر معلوم شوه. ما از مرچ های دلمه رنگه خواستیم که استفاده بکنیم. مرچ های دلمه را هم میخواییم که قسمتش را جدا کنیم و خستایی که در وسطش است تمامش را دور میکنیم. وسط مرچ دلمه را خالی میکنیم به این شکل، مگذاریمش در این قسمت و تمامش همون تو آماده میکنم. این دلمه که از مرچ دلمه من خواستم براتون استفاده کنم بسیار ساده آماده میشه و آماده کردنش وقتتان بسیار زیاد کم میگیره. و حالا یک عدد دیگه شما آماده میسازیم. گوشت با ترکاری باب دیگه که خواستیم سرخ کنیم کاملا دیگه سرخ شدن و آماده شدن، تمامش دیگه آماده شد به این شکل. و یک عدد هم دوباره در این ظرف میگذارم شن بر فعلا. خوب از در این ظرف بگذاریم شن و این شکل رو به هم که خوب آب ساختیم یک کمک نمک هم بالاش اضافه کردیم و حالا میگذاریمش در این قسمت. روغن هم دیگه کاملا گرم شده، حرارتش هم کمتر میسازم. میخواییم که رو به که آب ساختیم اضافه کنیم در روغن. رو به هم که آب ساخته بودیم در روغن اضافهش کردیم. دوباره هر رات چه بیشتر میسازیم که رب کاملا خوب سرخ شود دیگه به این شکل. ببینیم به این شکل گوشت اضافه کردیم خوب و بالای از این از اگر خواسته باشین میتونین از پنیر رو استفاده کنین، یعنی مشکل نداره. اما اگر نخواستین، نخواستم از پنیر استفاده بکنم به خاطر که بسیار زیاد باز چرب میشه. به این خاطر اما کسایی که غذای چرب زیاد دوست داشتن مشکل نیست، میتونین که پنیر رو بالای ازی وقتی که شما گوشت بالای مرچ دلمه اضافه کردین از کمک پنیر پیزا رو تراشک کنین و بالاش اضافه کنین، بسیار خوب تر میشه. حالا گوشت اضافه میکنیم خوب و با قاشق به این شکل خوب فشار بدین که زیادتر گوشت جای شود داخلای مرچ دلمه.
به این اندازه گوشت اضافه کردیم. یکم اکه دوگام خوب است که اضافه کنم و با قاشق خوب فشارش میدیم. صرف یک عدد دیگهش باقی مانده که در یک عدد مرچ دلمه دیگه هم میخواییم که اضافه کنیم گوشت. بسیار یک دلمه مزه‌دار ما آماده ساختیم برتون. اما شما اگر از گوشت و از دوستان پرهیز هستن، مخصوصا این گوشت گوساله هست، میتونین از گوشت گوسفندم استفاده کنین و یا اگر کس از گوشت گوسفندم پرهیز است مشکل نیست، حتی میتونین از گوشت مرغ یک دلمه بسیار مزه‌دار آماده بسازین که بسیار خوشمزه میه. و همچنان اگر خواسته باشین تنها از ترکاری باب مختلف مثلا میتونین که در دلمه استفاده کنین. ترکاری باب هم براتون خوب است که نام بگیرم، مثال سمارق است، پالک است و پیاز، بادنجان رومی، البته گشنیز تازه، سیر، زنجفیل، کمک کچالو را خرد خرد ریزه کنین، دمه کمک روغن با سرخش کنین. یعنی ترکاری باب خیلی مختلف است، مشما میتونیم که ازش یک دلمه بسیار مزه‌دار آماده بکنیم. حالا دیگه میخواییم که تمامش را در دیگ بگذاریم. ببینین به این شکل من خواستم در دیگ را آماده کنم، چون بعض دوستای ما البته اونا داش ندارن که در داشی را آماده بسازن. مشکل نیست، شما میتونید که به این شکل در رب یک قرمگک بر شما آماده کنید و اضافهش کنید. این دیگه حرارت شما بیشتر ساختم و میخواییم که سرپوشش هم بالای دیگ بگذاریم تا که کاملا مرچای دلمه ما نرم میشه و آماده میشه. وقتی خیلی کوتاه داریم، جای نرین، زود برمیگردیم. ادامه پخت و پز است. تمامتان خوش آمدید میگم. خیلی خوش هستم از اینکه باز هم شما با ما هستین و در جریان وقفه منتظر ماندیم تا که مرچای دلمه هم کاملا دیگه پخته شد و میبینین که کاملا نرم شده. و این باید برتون یادآور شم که اگر شما داش هم نداشته باشین، میتونین که دلمه از مرچ دلمه در دیگ آماده کنین. خیلی ساده و آسان. و ببینین که کاملا مرچای دلمه دیگه نرم شده. گوشتش که در قسمت های وسطش بود و خاص قبل کاملا پخته شده بود، به این خاطر سرپوش هم دوباره بالاش گذاشتیم و حالا میخوایم که تزیینش کنیم. دیزر حرارت شده که خاموش میکنیم. یک دلمه بسیار مزه‌دار امروز من خواستم که براتون آماده بکنیم. خوب خوب است از یک کفگیر انوارتر من کمک بگیرم تا یک خوبتر بتانیم میره از دیگ بلند کنیم. به این شکل یک کمک گرفتن از این مشکل میشه، چون که بسیار زیاد نرم میشه. به این خاطر بسیار زیاد به احتیاط اگر بلند کنیم خوب است. به این شکل بیرونش کردیم. ببینین به این شکل از روغن شام کمک در ظرف ما خواستم که اضافه بکنیم و مرچای دلمه هم دیگه کاملا نرم شدن و پخته شدن. و آخرین دقیقه برنامه هم است و میخوایم یک بار از چینل یوتیوب هم یاد بکنم. دوستان ما که نتونستن برنامه ما رو امروز تعقیب بکنن، میتونین از طریق چینل یوتیوب تولو برنامه پخت و پز برنامه ما رو هم بیننده باشین. غذایی که ما براتون آماده میسازیم شما میتونین غذا رو هم آماده بکنین. و همچنان و از طریق اینستاگرام میتونین خیلی کوتاه برنامه ما رو ببینین. خب ما میخوایم از این به بعد معلومات های خیلی کوتاه در مورد غذا براتون بتم. مثلا غذا یک روز از پیشتان شور میشه، کوشش کنین که اگر برنج از پیشتان شور شد، شما کچالو را برگ برگ ریزه کنین، مخصوصا این دم پخت است. البته برنج دم پخت، برنج صافکی نی. اگر برنج صافکی هم میشه، شما کچالو را برگ برگ ریزه کنین، اضافه کنین در آب برنج که جوش بخوره، کاملا نمک شبه خود جذب میکنم. و یا اگر قورما آماده میکردین، هر غذایی که آماده میساختین اگر از پیشتان شوریش بسیار زیاد شد، شما میتونین که از دو کچالو اضافه کنین. کچالو کاملا شوریش جذب میکنه و باعث میشه که غذای شما شور نشه. و نکات دیگه هم هست که خیلی مهم است در آشپزی، من میخوایم روزانه با شما شریک بسازم. یعنی اگر غذایتان شور شد، شما یک عدد کچالو رو پست کنین، ریزه ریزش کنین و اگر هیچ ریزش هم نکنین، داخل هم مواد اضافهش کنین، کاملا شوریش به خود جذب میکنه. خب این نکته بود که خواستم براتون اشاره بکنم. همونطور نکته های دیگه هم هست که چطور اگر غذا با سوزه چی چاره بکنیم و یا اگر غذا مثال خام بانه چی چاره بکنیم که ایلا آماده بسازیم. این معمولا ما و شما روزانه که آشپزی میکنیم با این نکات برمیخوریم. یکان روز میشه غذا بسیار شور میشه از پیش ما که دیگه اصلا قابل استفاده نمیشه و
میتونین که شما کچالو اضافه هر دیگه، اگر قورمه باشه، اگر قورمه گوشت باشه، اگر شوربا باشه، اگر برنج باشه، شما کچالو برگ برگ ریزه کنین، آبش اضافه کنین، یعنی شوریش کاملا جذب میکنه و یک نکته خیلی خوبه هست. غذای ما هم آماده شده دیگه، برنامه تمام شد، با همکار یک جای غذا رو نوشجان میکنیم. غذای بسیار ساده بود، غذای بسیار آسان که شما میتونین همین لحظه تا شب اگر آمادگی بگیرین آمادهش کرده میتونین. وقت خوب و خوش براتون میخوایم، اوقات لذت خوب خوش، لبخند همیشه بر لبای تمام شما هموطنان گلم باشه. خداوند نگهدارتان.